معلم ما راه شاه شاه ما شاه ما راه شاه ما شاه ما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، توجه شما را اکنون به گفتگوی اسکایپی من با محمد اشرفی سخنگوی کمیته حمایت از شارف زمانی جلب میکنم. این گفتگو روز سه‌شنبه بعد از اتمام مراسم خاکسپاری شاهرخ ضبط شده. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. شاهرخ در واقع 51 سالش بود و در تبریز به دنیا اومده بود. پدرش شاعر بود و در این شاعر بودن مبارزی بود که هم دوره با صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و با این افراد هم رفت آمد داشت. عموش هم همینطور یه فعال کمونیست بود که در زمان شاه هم عموش هم پدرش زندانی بودن که در سال 57 با در واقع هجوم مردم به زندان ها به وسیله مردم آزاد شدن. و در دوره خمینی هم بازم پدرش و عموش زندانی شدن. همچنین فعالین و کادرهای کمونیست بسیاری به خانه اینها رفت آمد داشتن که البته اینایی که عرض کنم در نامه ای که شاهرخ برای مادرم نوشته اینها را خودش توضیح داده. تو اون نامه را هر کدوم از رفقا بخونن خیلی از مواردی خود شاهرخ اشاره کرده. به هر صورت شاهرخ در یک همچین خانواده بزرگ شد و اولین شغلی هم که انتخاب کرد همون شغل نقاش چی بود؟ در همون جوانی مجبور شد از تبریز متواری بشه به دلیل اینکه فعالیت هایی که داشت میخواستن دستگیرش بکنن. هرچند که دو بار هم در تبریز با نام های مستعار دستگیرش کرده بودن ولی موفق نشده بودن اطلاعات دقیقی ازش بگیرن و تونسته بود آزاد بشه. اما دستگیری اصلیش در سال 72 اتفاق افتاد که در هسته های انقلابی مخفی اون دوره که تحت در واقع با تحت عضویت راه کارگر فعالیت می‌کردن و از سندیکای نقاشان بودن 17 نفر دستگیر شدن در سمت شرق تهران خاکسفید اون طرفا که حدود 18 ماه شاهرخ زندانی شد اون موقع. و آخرین دستگیریش هم در سال 90 بود که به دلیل ساختن ایجاد هسته کار بین چند نفر که اتهام زدن بهشون که داشتن هسته مخفی درست میکردن دستگیر شدن. گروه براندازی اتهام زدن بهشون و از سال 90 به بعد هم زندانی بود تا اینکه جنایتکارهای جمهوری اسلامی در 22 شهریور امسال اونو به قتل رسوندن. بعضی افراد هنوز مطمئن نیستن که به قتل رسوندن ولی ما از این بابت مطمئنیم. حتی آخرین مدرکی که به دست ما رسیده نوشته صالح کهندل یکی از همبندیاش هست که در این نوشته که من برای بقیه هم فرستادم نوشته که وقتی آمدیم بالا سرش روی تخت دراز کشیده بود از دهانش خون می اومد و جاهایی از بدنش کبود شده بود. این نمیتونه کبودی یا خونریزی فقط از سکته ایجاد بشه. سکته ما دیدیم و شنیدیم که خونریزی نداره. این هم یکی از دلایل آخرین، یعنی میشه گفت آخرین دلایلی که از خود زندانی ها این نامه را بیرون دادن دوست شاهرخ یا همبندیش صالح کهندل ما. بنابراین برای ما کاملا محرزه که جنایتکارای جمهوری اسلامی حالا کدامشون مستقیما و
کدامشون عامل بوده این جنایت رو انجام دادن و ما در آخرین بیانیه‌ای که صادر کردیم اعلام جرم کردیم علیه قاتلین و مستقیما به صورت حقوقی طبق قانون از قانون نه قانون جمهوری اسلامی بلکه عرف قانونی جهانی که هر کسی مسئول حفظ یک جایی هست باید پاسخگو باشه بر مبنای اتفاقی که اونجا میفته. میدونیم زندان زیر نظر سازمان زندان ها هست، بنابراین سازمان زندان ها مسئول حفظ جان زندانیان هست و رئیس زندان نماینده سازمان زندان در اون زندان. بنابراین ما اولین اعلام جرممون رو یا اولین متهم اعلام جرم خود را رئیس زندان گوهردشت میدانیم و ایشون باید قاتلین رو معرفی بکنه و در غیر این صورت خودش جزء قاتلین یا قاتل محسوب خواهد شد. این خواست ما هست و از همه رفقا و فعالین میخواهیم که اینو تعقیب کنن تا بتونیم به ثمر برسیم. خوب محمد عزیز، یک خواستی هم مطرح شده بود توسط فعالین کارگری و حتی خانواده شاروخ مبنی که ما خانه کالبد شکافی شاروخ زمانی هستیم. این خواست به کجا انجامید؟ یعنی اصلا خود خانواده پیگیری کرد؟ هرچند هم خب رژیم به هر حال پزشکی قانونیش قضیه رو کالبد شکافی هم میکردن، ماسمالی میکردن و میگفتن که به حالت طبیعی و با سکته مغزی فوت کرد. ببینید ما کالبد شکافی رو ما هم خواستیم، خانوادش هم اقدام کردن، ولی باید توجه داشته باشیم که روزی که اینها رفتن شکایت کردن، شکایت اینها رو اولا تحویل نگرفتن و خانوادش رو به شدت تهدید کردن و یه نامه ساختگی وزارت اطلاعات یعنی اداره اطلاعات به دخترش داده که اینا ما کالبد شکافی کردیم، نامه اش هم اینه، جواب پزشکانونی این چه سکته کرده. خب این یه دروغ 100% بود، یه نامه ساختگی تهیه کرده و ارائه داده. بعد برای اینکه جنازه شاهرخ را تحویل بدن طبق گفته خواهرش حدود 3 ساعت خانواده شاهرخ را در چرد در یک سالن به صورت گروگانگیری نگه داشتند و 3 ساعت نامه‌هایی در مقابل اونها گذاشتند و گفتند باید این تعهدنامه ها را امضا کنید تا جسد پسرتون یا پدرتون رو بهتون تحویل بدید. شما فکر کنید اگر این تعهدنامه ها چیزای اصولی بود 3 ساعت طول نمی کشید که چند نفر رو توی یک سالن گروگانگیری کنن و اعلام کنن که اینا رو تا امضا نکنید جسد رو بهتون تحویل نمیدید. این نشون میده که تو اون تعهدنامه ها اینها به شدت تهدید شدن و تحت فشار مجبور شدن چیزهایی رو امضا کنن و تا بتونن جسد رو تحویل بگیرن. این خود نشون میده که تمام گفته های جمهوری اسلامی، تمام حرکت های جمهوری اسلامی جنایتکارانه و دروغ است. چگونه میشه پدر دختر پسر یک فرد رو 3 ساعت در یک سالن گروگان بگیرید و بگید که ما جواب دادیم به کالبد شکافی؟ با تمام این حرفا هنوز هم خانواده شاهرخ خواستار رسیدگی هستن، ولی متاسفانه اگر ما از اون بینالی کمک نگیریم جمهوری اسلامی به این خانواده جواب نخواهد داد. بنابراین اونها در وقتی تقاضا میکنن خواستار این موضوع هستن، این ما هستیم که با صف کردن نیروهای جهانی به عنوان پشتیبان میتونیم حرف اونها رو به کرسی بنشونیم. بنابراین این بستگی داره به فعالیت‌های تشکل‌ها و احزاب و سازمان‌ها در بیرون از ایران و حتی در داخل ایران تا بتونن به عنوان پشتیبان کمکی باشن و جمهوری اسلامی رو وادار به اعتراف به جنایت بکنن.
و از طرف دیگه همچنان در مراسمی که انجام شد گزارش ها به ما رسید که از ساعت 8 ماموران به شدت در اطراف پراکنده شده بودن، ماشین های وزارت اطلاعات یا امنیتی ها می اومدن و ماموران خودشون رو با لباس شخصی اون اطراف جاسازی می کردن. همین الان فیلم های ویدئویی هست که کاملا شماره ماشین ها رو نشون میده، آبرانی که مسافرینی که از ماشین ها پیاده میشن نشون میده که راحتی میشه تشخیص داد که این اینا مامورا هستن و گزارشش هم رسیده. یا مثلا افرادی که در مراسم بودن هیچ تمایلی به خواندن نماز میت یا حضور یک آخوند اونجا نبودن، ولی گزارش به ما رسید که اونها معمولا مجبور کردن خانواده را که بپذیرن، باید نماز خوانده بشه، باید آخوند بیاد اونجا سخنرانی بکنه، باید مطبخ بیاد و اینا اجبارهایی بود که خانواده را مجبور کردن و اونها هم نمیتونستن تو اون وضعیت تو اون شرایط نپذیرن. یا تعدادی از دوستان و رفقا در تبریز اعلام کردن که در خانه اونها رفتن و اونها را تهدید کردن که حق ندارید در مراسم شرکت بکنید. تمام این کارها نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی اقدام به یک جنایت کرده است و حالا باید ما بتونیم این مشت جمهوری اسلامی را باز بکنیم و مجبورش کنیم اعتراف به جنایت بکنه و قاتلین رو تحویل بده تا محاکمه بشه. خب محمد عزیز، این مراسم خاکسپاری روز سه‌شنبه 24 شهریور بوده و در فیلم هایی که منتشر شده از جمله در سایت خود کمیته حمایت از شاهرخ زمانی اومده، یک سری فعالین کارگری سخنرانی کردن، از جمله بیانیه 7 تشکل کارگری ایران که در اعتراض به مرگ شاهرخ زمانی صادر شده بود اونجا قرائت شد. یعنی شما در مورد بعد در پایان اون مراسم خاکسپاری گفتن که اکنون ما میریم سالون. آیا تو اون سالون و محل اجتماع که بعد از مراسم خاکسپاری بود اونجا آیا خبری بود؟ اطلاع داریم؟ اونجا باز مراسم به خوبی برگزار شد، برای اینکه افرادی که اونجا جمع شده بودن، افرادی که برای تشییع رفته بودن از جانشون گذشته بودن. این جمهوری اسلامی و ماموران میدونستن که نباید دخالت بکنن. ما هنوز فیلماش یا عکساش به دست ما نرسیده، ولی گزارشش به دست ما رسیده که از محل تشییع تا محل سالون مامورانی سعی کردن دخالت کنن، مردم رو پراکنده کنن، ولی جوانهای شرکت کننده به شدت ماموران رو کتک زدن. به ما گفتن که فیلمهاش و عکساش هست و ارسال خواهد شد. ما هم وقتی به دستمون رسید توضیح خواهید داد. بنابراین این گزارش نشون میده که افرادی که در تشییع جنازه شرکت کرده بودن آماده درگیر شدن بودن و تونستن حتی بعضی از مامورایی که دخالت میکردن کتک بزنن. در سالن مامورات نتونستن وارد سالن بشن و بیرون سالن ایستاده بودن. منتها در سالن وقتی دیدن بین جمعیت برن خطرناکه خودشون وارد سالن نشدن. و در سالن مراسم برگزار شد که زیاد هم مهم نبود، ولی به هر صورت نشان دادن نیروهایی که شرکت کرده بودن آماده مقابله هستند و ما انتظار داریم و با توجه به اعلامی که دوستان و رفقا کردن در مراسم های بعدی هم شرکت خواهند کرد و گستردگی بیشتری خواهد. خب محمد عزیز، هم در داخل کشور تشکل‌های کارگری مختلف، سندیکاهای کارگری و هم در خارج از کشور، هم نهادهای کارگری و هم احزاب و سازمانهای چپ اطلاعیه دادن. تومارهایی منتشر شده، برخی از فعالین فیسبوکی حتی پیشنهاد کردن که روز قتل شاهرخ زمانی 22 شهریور بشه روز دفاع از تشکل مستقل کارگری در ایران. حالا ما در بخصوص در خارج کشور، خب خودت تا زمانی که در ایران بودی در بخش ساختمان همرزم شاهرخ زمانی بودی، در کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری همرزم شاهرخ بودی،
که الان به ناخواسته به تبعید در کانادا به سر می‌برید. به نظر شما مهمترین وظایف خب نیروهای داخل کشور واقعا دستشون بسته است، یک اقداماتی هم که میتونن بکنن محدوده. ما که تو خارج هستیم فعالین کارگری و چپ، به نظر شما در این روزهای پر التهاب و هفته های پیش رو مشخصا چه اقداماتی باید انجام بده؟ ببینید هرچی که ما بتونیم کارهای عملی بیشتری به صورت پشتیبانی از داخل انجام بدیم، به همان میزان نیروهای داخل توانایی بیشتری کسب خواهند کرد. به عنوان مثال ما در آخرین بیانیه‌ای که صادر کردیم خواستیم که کمیته مشترک دادخواهی، حتی این دادخواهی رو فقط اسم شاهرخ نذاشتیم، فقط گذاشتیم دادخواهی، به این دلیل که بقیه زندانیان در خطر هستند. حالا این کمیته را ما نظرمون اینه که بتونه رفقا، تشکل‌ها و سازمان‌ها بیان چند نفری رو انتخاب کنن، به خصوص فقط به صورت تخصصی برای جلب پشتیبانی از نهادهای بین‌المللی کارگری، از تشکل‌ها و سازمان‌های انقلابی بین‌المللی به دست بیارن تا این پشتیبانی باعث بشه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی بشه. و این کار امکان پذیره، برای اینکه ما دیدیم وقتی شاهرخ در اعتصاب بود تشکل‌ها و سندیکاهای بسیاری با اعلام پشتیبانی کردن و حتی تظاهرات راه انداختن، تجمع‌هایی راه انداختن. بنابراین اونها با توجه به اینکه شاهرخ را می‌شناسن میتونه این مثبت باشه که ازشون بخوایم یه همچین اتفاقی افتاده کمک کنن و در سطح بین‌المللی یک پشتیبانی قوی‌تری برای مبارزات داخل ایجاد کنیم. این کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم به صورت بلند مدت. کارهای کوتاه مدت هم اکسیون‌هایی هست که الان رفقا دارن برنامه‌ریزی میکنن، میتونیم در مقابل سفارتخانه‌ها، در مقابل سازمان‌های جهانی افشا کنیم جمهوری اسلامی را و خود شاهرخ را در واقع بهانه‌ای قرار بدیم برای شناختن افشاگری‌های بیشتر جمهوری اسلامی به خاطر بقیه زندانی‌هایی که الان هستند. به عنوان نمونه دیروز بهنام اعلام کرده که بهنام را هم تهدید کردن. بقیه زندانی‌ها هم الان در تهدید به سر می‌برن، از جمله رسول بداغی و بقیه همه تحت فشار هستند. این نشون میده که اگر اقدامات پشتیبانی رو انجام ندیم هر لحظه ممکنه رفیق دیگری، دوست دیگری دچار همین سرنوشتی بشه که شاهرخ را کشتن. و این را باید توجه کنیم که حدود دو ماه پیش خامنه‌ای در سخنرانی که برای بسیجی‌ها به عنوان دانشجویان بسیجی داشت اعلام کرد که مارکسیست ها در دانشگاه ها دوباره سر برآوردن. این نشان میده که جمهوری اسلامی بر علیه مارکسیستا، بر علیه انقلابیون دوباره داره طراحی هایی را انجام میده و ما آگاهیم از این موضوع، بنابراین باید حتما کاری بکنیم. ممکنه سخت باشه، ممکنه خیلی کارهای زیادی نتونیم بکنیم، ولی باید اقدام کنیم. در غیر این صورت جمهوری اسلامی بازم نقشه های شومی در سر داره و اجرا خواهد کرد. بنابراین ما ضمن اینکه از رفقای داخل انتظار داریم با پشتیبانی هایی که انجام میدن، با تظاهرات یا تجمع هایی که انجام میدن و همبستگی هایی که بین خودشون دارن ایجاد میکنن حمایت کنن و جمهوری اسلامی را بهش اعلام کنن که به این راحتی از این موضوع نخواهند گذاشت و از طرف دیگه رفقای بیرون اقدام به کار بلند مدت و سازمان یافته باید انجام کنه. بله خب، حالا اگه میشه یک زوایای دیگری از شخصیت شاهرخ زمانی رو ما روش متمرکز بشیم. خب شاهرخ علارغم اینکه یک فعال کارگری پیگیر بود، به هر حال جزء هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران بود، عضو افتخاری همین سندیکا در استان البرز بود و همچنین
جزء شورای نمایندگان کمیته پیگیری، ولی در این حال یک کمونیست جسور هم بود، یعنی مرتبا از درون زندان با اعلامیه‌ها با مقالاتی که مینوشت و میفرستاد رو نکاتی تاکید داشت. در بخش تشکلیابی طبقه کارگر روی فدراسیون مثلا سراسری کارگران، روی ایجاد به اصطلاح این فدراسیون و اهمیت تشکل سراسری در این ارتباط صحبت میکرد. در حوزه تشکلیابی کمونیستی هم روی حزب انقلابی طبقه کارگر تاکید خاصی داشت. یعنی دو وجه از قضیه رو که همون چاره رنج برام وحدت تشکیلات هست رو هم در بخش کارگری و هم در بخش تشکلیابی کمونیستی نشون میداد. اگه میشه در این ارتباط افکار و مواضع شاروخ رو برای بینندگان ما توضیح بدید خوشحال میشه. ببینید همونطور که عرض کردم شاروخ در یه خانواده کاملا انقلابی بزرگ شد. تمام افرادی که رفت آمد میکردن با اینا جزء انقلابیون سرشناس بودن. بنابراین شاروخ خمیرمایه فکریش کمونیستی بود و این کار را هم به صورت سازمان یافته و عملا پیش می برد. و همونطور که عرض کردم در سال 72 در عنوان اعضای هسته های مخفی انقلابی دستگیر شد و شاروخ اعتقاد داشت در حین مبارزه دو وجه مخفی و علنی و تلفیقی از این دو باید وجود داشته باشه. امکان نداره شما فقط با مبارزات علنی به جایی برسی یا حتی تنها با مبارزات مخفی، بلکه یه تلفیقی بین این دو باید ایجاد کنید. به این دلیل ما میبینیم که شاروخ در حینی که سندیکای هیئت جزء هیئت بازگشایی سندیکا هستش یا جزء افرادی هست که وقتی سندیکای شرکت واحد احیا میشد در تمام فعالیتاش حضور داشت بدون اینکه کلمه یا اسمی از این وجود داشته باشه. یعنی الان شما اگر اعضای سندیکای شرکت واحد رو باهاشون صحبت کنید به شما خواهم گفت که در تمام مراحل شاروخ در نزد اونها حضور داشت اما به جوان خودش رو نشون نمیداد. در سندیکاهای دیگر، تشکلهای دیگر هم حضور داشت، به صورت تشکلهای علنی را به این شکل کمک میکرد که انجام میشه. در همین حین به تشکلهای مخفی و هسته های مخفی هم فکر میکرد و فعالیت هایی هم در اون قسمت ها داشت. از جمله ما میتونیم جبهه واحد کارگری را مثال بزنیم که شاروخ هم یکی از بنیانگذاران جبهه واحد کارگری بود و فعالیت های حدود 2 الی 3 سال فعالیت خیلی شدیدی در داخل داشت. اینها نشون میده که در حینی که اعتقاد به دو وجه که شما فرمودید داشت عملا هم به اون دو وجه عمل میکرد. شاروخ اعتقاد داشت بدون پیوند بین تشکل سازمان سیاسی طبقه کارگر و سازمان توده‌ای و صنفی طبقه کارگر، اگر پیوند بین این دو نباشه هیچ کدام به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین تمام تلاشش را در این جهت پیش می‌برد که هر دو را در دو زاویه مختلف و موازی با هم امکان پذیر کند. به عنوان نمونه شاروخ نوشته‌هایی با اسامی مستعار داشت. از جمله یکی از اسامی مستعار اون اسدالله غفورزاده بود که اخیراً با چند تا از فعال کارگری دیگر تقاضا کرده بودن که دو تا کمیته تشکیل بشه در بیرون، یکی کمیته نشریه و دیگری کمیته سازمانده، که ما بر مبنای خواست اونها یکی از اونها را فعلا تشکیل دادیم، هرچند که کند، ولی با نام جمع قدم اول بر مبنای خواست اونها شروع کردیم و سعی میکنیم پیش ببریم. اینا همه نشون میده که شاروخ کمونیست واقعی بود و تمام زندگیشو، چه کارش، چه زندگی خانوادگیش و چه افکار و اندیشه و جانشو در این راه گذاشت
و برای رسیدن به هدف طبقه کارگر تماما فعالیت کرد. به عنوان مثال ما میتونیم بگیم وقتی شاهرخ دستگیر شد و در زندان بود، فعالیتاشو به شکلی که در زندان میتونست انجام بده گسترش داد. بعضی از دوستان از من میخواستن که بهش بگم فعالیتشو کمتر بکنه که شاید آزاد بشه. وقتی من بهش گفتم، به من گفت هر کدوم از رفقا این حرفو میزنن، بگو با خود من صحبت کنن. و من و جوابی هم من دارم اینه، اون جوابو اینطوری گفت. گفت کدوم یکی از شما میتونید تعهد بدید که بعد از 11 سال جمهوری اسلامی منو سالم رها خواهد کرد؟ تا به حال آیا جمهوری اسلامی فعال کارگری یا یک فعال انقلابی را سالم و سلامت رها کرده است که من دومیش باشم؟ ما هیچ کدومون نمیتونستیم همچین تعهدی بدیم، چون وقتی 36 سال حکومت جمهوری اسلامی را بررسی میکنیم میبینیم اگر تونسته فعالین یا کمونیست ها را کشته و اگر نتونسته کاری کرده که چنان مریض و مخدوم شدن که دیگه امکان فعالیت نداشته. و شاهرخ بر مبنای این تحلیل میگفت چون هیچ کس نمیتونه قولی بده که من آزاد خواهم شد، بنابراین من نمیخوام لحظه ها و ثانیه هایی که در زندان هستم از دست بدم و روزی که دیگر نمیتونم فعالیت بکنم افسوس بخورم که زمان را از دست دادم. به همین دلیل و بر مبنای چنین تحلیلی که از جمهوری اسلامی داشت، از ثانیه به ثانیه عمرش در زندان استفاده میکرد و در راه هدفی که داشت فعالیت میکرد. و به این دلیل تمام فعالیت اون از نظر من کاملا و 100% پذیرفته است، برای اینکه حتی یک ثانیه از عمرش را بتالت نگذارم و درست مثل یک بلوشویی که واقعی از جانش مایه بذارم. این تراژدی رو شاید به نوعی بشه با تراژدی قتل بیژن جزنی هم و یارانش در تپه های اوین در دوره رژیم پهلوی هم مقایسه کرد. دقیقا رژیم پهلوی میدونست که بیژن جزنی از درون زندان با نوشتن مقاله کتاب و بیان مواضعش نقش مهمی در جنبش کمونیستی اون زمان داشت، درست؟ و حالا نمیخوایم علامت تساوی بذاریم در مورد توانایی افراد، ولی دقیقا شارق زمانی هم همین میکرد، یعنی در درون زندان از طریق بیان بیپروای نظراتش چه در حوزه مسائل کارگری و چه در حوزه مسائل نظری کمونیستی این نقش را بازی میکرد. و دقیقا رژیم به همین خاطر به اصطلاح رفت چی سراغش و این رهبر جسور کارگری جنبش سوسیالیستی ایران رو از ما گرفت. حالا من میدونم که تو به هر حال هم زبان بودی، با زبان شیرین آذری هم با هم دیگه گفتگو میکردید، هم رز بودید سالها، برات الان دوری خیلی پرالتهاب و دردناکیه، ولی با این همه اگر کلام آخر رو میخوای با بینندگان تلویزیون برابری مطرح میکنی خوشحال میشیم بشنویم. بخصوص ما نیاز داریم که این صداها هرچه بیشتر پژواک پیدا بکنه با این سکوت خبری که دو رسانه اصلی که از پول مالیات کارگران زحمتکشان آمریکا و انگلیس تأمین میشه، یعنی همین بی بی سی و صدای آمریکا، این سکوت خبری سنگینی که اینا به راه انداختن در حالی که در ماهای قبل و سالهای گذشته اگر یک اصلاح طلب مثلا زندانی یه عطسه میکرد کل برنامه 60 دقیقه شونو یا کل برنامه افقشو مثلا بهش اختصاص میدادن. به هر حال ممنون از تو که در این گفتگو شرکت داشتی، اگه کلام آخر داریم خوشحال میشیم بشن. من قبل از هر چیزی در رابطه با رادیوهایی که شما نام بردید مثالی بزنم. روز گذشته بی بی سی با دوستمان غلام رضا حسینی مصاحبه کرد، اما گفته های غلام حسینی به بزاق شازگار نبود و گفته های اون رو اصلا پخش نکردن. همین یه نمونه در همین روز گذشته نشون میده که از رادیوها و از اون تلویزیون ها انتظاری نمیتونیم داشته باشیم. اینها وقتی زنگ طبقاتی و نبرد
طبقاتی است، بدون شک مدافع خامنه‌ای هستند، بدون شک مدافع ابوبکر بغدادی هستند، بدون شک مدافع طالبان هستند، بدون شک مدافع هر جنایتکار دیگه ای هستند. ما نمیتونیم بین خامنه‌ای و ابوبکر بغدادی تفاوت بدونیم. ابوبکر بغدادی دستور میده سر انسانها را در روز علنی روشن ببرن و خامنه‌ای دستور میده انسانها را مخفیانه بکشن. این دو با هم تفاوتی ندارن. این از اینجا. از جهت دیگه باید خدمتتون عرض کنم که شاهرخ فعالیت کرد و در راهی که اعتقاد داشت و اعتقاداتش در نامه‌هاش نوشته شده نجات انسانها بود، نجات طبقه کارگر بود، نه اینکه خودش نجات بده بلکه آگاهی برسونه که کارگرها و نکشان خودشون متحد بشن و برای مطالباتشون مبارزه بکنن و در این راه جانش را با هم فدا کرد. بنابراین صداقت کارش را فدای جانش نشون میده. هر چی که میگفت به آن عمل کرد. حالا وظیفه کارگرها و انقلابیون این هست که اونو بهتر بشن و اگر احساس کردن که این صداقتش دقیقاً همون چیزی هست که لازم داره به عنوان پیرو راهش رو ادامه بدن. نوشته های شاهرخ کم نیستن. همه جا هست و به صورت کاملا روشن نظریاتش رو بیان کرده و همونطور که شما فرمودید اولین تکه کلامش این بود. وحدت چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است. دومین تکه کلامش این بود. فردا از آن طبقه کارگر آگاه است. یعنی اگر آگاه نباشه نمیتونه فردا رو تصور بکنه. بنابراین کسب آگاهی برای طبقه کارگر لازمه و ضرورت حیاتی داره. همه اینها رو به این دلیل میگم که در واقع امروز در تشییع جنازه ای که وجود داشت شعاری که میدادن یکی از شعارها این بود شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه ماست. خب این واقعیتیه که اگر ما بخوایم سمت انقلاب حرکت کنیم شاهرخ به عنوان یک نمونه، نه همه نمونه ها بلکه به عنوان یک نمونه انقلابی راه را به ما نشون بده. بنابراین ما از تمامی جوانان، از تمامی نیروها، از کارگرها، از معلمین، پرستارها میخواهیم اول تحقیق کنن شاهرخ را بشناسن و اگر به مذاقشون سازگار بود پیروی کنن از گفتهاش، نظراتش و راهش را ادامه بدن و پرچم این را که تا الان شاهرخ حمل کرد بالای سر گرفته و به عنوان انقلابیون تازه نفس راهش رو ادامه بدن. این میتونه ما را به پیروزی برسونه و شاهرخ هم بدون شک در این مسیر زنده خواهد بود و یادش همیشه با ما خواهد در خروش است با قلبتان یک صدا هم بار در قلب ما اید ای رنجتان رنج ما لب ها سراین رهایی در کوی ها کوچه ها ای رهروان دربان با دوست و بار از نشان در پشت میله های زندان زنجیر شکن گامتان
شنویم آوایتان زیر رنج و شکنج زندان با عشق آرمانتان خشتید زندان بلرزد با هر نفس رنجتان ای رهروان دربند با دست و بار از نتان در پشت میله های زندان زنجیر شکن دامتان موسیقی